این روزها فقط خبر ابتلای بسیاری از شهروندان در ایران به ویروس کرونا و همینطور مرگ صدها تن از اونها روزانه به دلیل این بیماری نیست که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته و خیلی‌ها رو نگران کرده، بلکه موضوعات دیگری هم در پیوند با بحران کرونا هست که بسیاری رو در بسیاری از ایرانی‌ها و همینطور در شبکه‌های اجتماعی خیلی از کاربرها رو نگران کرده. یکی از اون موضوعات فقر خانواده‌ها در تأمین نیازهای آموزشی فرزندانشون به خصوص در مناطق محروم هست، فقر در تهیه تبلت یا گوشی‌های هوشمند برای آموزش از راه دور و ناتوانی خانواده‌ها که خبرهای مرتبط با اون هم در یکی دو ماه گذشته مدام منتشر شده. یکی از اون خبرها خبر تلخ خودکشی چند دانش آموز هست و همینطور خبر دیگر ترک تحصیل تعدادی از دانش آموزان به دلیل ناتوانی در تهیه وسایل آموزش از راه دور مثل تبلت یا گوشی‌های هوشمند. در تازه‌ترین خبر در رام هرمز نوجوان دیگری به خاطر فرق نداشتن تبلت خودکشی کرده که این موضوع در 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. داریوش معمار گفته این ششمین دانش آموزیه که در یک ماه به خاطر فرق نداشتن وسایل آموزش از راه دور خودکشی میکنه. اینجا رام هرمز در خوزستان، استانی که ثروتمندترین استان ایران هم هست، وزیر آموزش و پرورش خوابه، رئیس جمهوری یکسره در حال شعار دادن، مجلس انقلابی مرتب در حال خط و نشان کشیدن و مرگ بر این مرگ بر آن گفتن و مرگ بر این کشور آن کشور گفتن و جوری کشور رو رها کردن به تعبیر این کاربر که دیگه برای نسل جوان و کودکان ایران راهی جز مردن باقی نمانده. کاربر دیگری هم اشاره کرده به موضوع مرتبط با همین موضوع که خبر ترک تحصیل خیلی از این دانش آموزان در مناطق محروم است و گفته که دو دانش آموز رو میشناسه، حامی غفاری که دو خواهرن و در دو مقطع جداگانه تحصیلی درس میخوندن، اما به خاطر فرق و نداشتن امکان مالی برای تهیه گوشی و تبلت فعلا درس نمیخونن و ترک تحصیل کردن. موضوع دیگری که با همین موضوع مرتبط هست و در شبکه‌های اجتماعی در چند روز اخیر بهش پرداخته شده، ماجرای اجاره وسایل آموزش از راه دور مثل گوشی‌های هوشمند و تبلت هست. امیر کلهور نوشته سجاد دانش آموز چهارم ابتدایی در سردشت خوزستان با 15,000 تومان تبلت برای یک ساعت در روز تبلت همسایه‌شون رو اجاره میکنه، مبلغی که براش بسیار سخت تهیهش. همین کاربر به نقل از روزنامه همشهری نوشته پدر سجاد کارگر روزمزدیه و بعضی روزها همین 15,000 تومان رو هم در نمیاره به خاطر نبود کار تا بتونه به بچهش بده برای تهیه وسیله آموزشی. موضوع دیگری هم که در واقع مطرح شده در این باره، جدای از فقر که عموم کاربرها بهش پرداختن، مشکلات روحی و روانی هست که این دانش آموزان دارن به خصوص در مناطق محروم و ناتوانی در بیان احساساتشون یا ارتباط با پدر و مادرها و محیط پیرامونشون. بهداد از همین زاویه نگاه کرده و گفته ماجرای خودکشی های سریالی دانش آموزا چیزی بیش از اینترنت، تبلت و موبایل. این نشون میده که این خانواده ها آشکارا در ارتباط کلامی و برقراری ارتباط کلامی دچار مشکل هستند، دچار مشکلات روحی هستند و نمیتونن با فرزندانشون خوب صحبت بکنن، جایی که فرزندان اونها جز مدرسه و دوستانشون در مدرسه چیز دیگری ندارن و تنها دلخوشیشون همین هست. وقتی محدود میشن به چهار دیواری خونه در روزهایی که بسیاری از مدرسه ها تعطیله به خاطر کرونا، این بحران سرباز میکنه و خودش رو به شکل خودکشی یا مسائلی از این دست نشون میده.